بیانیه مشترک 4 تشکل مستقل کارگری ایران به مناسبت روز جهانی کارگر. پیام زندانی سیاسی علی معزی به مناسبت 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر. دستگیری 3 دلال ایرانی آمریکایی به جرم قاچاق قطعات خودرو به ایران. با سلام مجدد، توجهتون رو به این بخش از اخبار در یک نگاه جلب می‌کنم. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، گروه اتحاد بازنشستگان و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری در بیانیه مشترک ضمن گرامیداشت روز جهانی کارگر بر تحقق مطالبات عاجل کارگران تأکید کردند. در قسمتی از این بیانیه مشترک آمده است: خیزش گسترده مردم در دیماه گذشته واکنشی طبیعی به فقر عمومی جامعه بود که هرچند با خشونت و زندان از شدت آن کاسته شده، ولی همچنان در شهرهای مختلف ادامه دارد. تشکل یابی کارگران و مزدبگیران و اتحاد سراسری در برابر ظلمی که به آنان تحمیل می شود تنها راه تغییر شرایط طاقت فرسای کنونی است. زندانی سیاسی علی معزی، پدر دو مجاهد اشرفی که در زندان تهران بزرگ محبوس است، طی پیامی روز جهانی کارگر را به کارگران و زحمتکشان ایران تبریک گفت. در قسمتی از پیام علی معزی آمده است: اعتراض و اعتصابات کارگران و اقشار مزدبگیر در صورتی گره گشاست که با مبارزات مردم ایران برای برچیدن این نظام قاتل و فاسد یک کاسه و یک پارچه شود، زیرا تا این سیستم برقرار است هیچ درمانی برای دردهای کارگران و زحمتکشان و سایر مشکلات از جمله اقوام و ملیت‌ها و یا مسائل زنان و جوانان وجود ندارد. همگی همراه هم تا هنگام بهروزی و تا هنگام پیروزی. آخوند حسین موسوی تبریزی، دادستان جنایتکار سابق رژیم، به افزایش اعتراض‌ها اعتراف کرد و گفت میزان نارضایتی‌ها از شیوه برخورد دستگاه‌های اجرایی با مردم افزایش یافته است. این در حالی است که برخی مدیران نیز با اظهارات و رفتارهای خود به این نارضایتی‌ها دامن می‌زنند و آن را تشدید می‌کنند. موسوی تبریزی افزود: باید این نکته را گوشزد کنم که برخی مسئولان به دست خود در بین مردم تولید نارضایتی می‌کنند. این وضعیت ماننده این است که برخی مدیران و عاملان اجرایی در کشور کارخانه تولید نارضایتی راه انداختند. آمریکا 3 دلال رژیم ایران را که تابعیت آمریکایی دارند به جرم قاچاق فروش قطعات خودرو به تهران و نقض تحریم‌های تجاری علیه این رژیم دستگیر کرد. به گزارش بیزینس استاندارد، این 3 دلال همچنین به جرم مشارکت در سیستم انتقال مالی برای فرار از مقررات تحریم اقتصادی رژیم ایران تحت تعقیب قرار گرفتند. این منبع افزود: در صورتی که این 3 دلال مجرم شناخته شوند، در مجموع به 30 سال زندان و پرداخت 1,250,000 دلار جریمه محکوم خواهند شد. آخوند روحانی امروز از نیروهای رژیم خواست نگران سرنوشت تاریک و سخت رژیم نباشند. عده‌ای آینده تاریخ رو تاریک می‌بینن. اصلا این تفکر که فردا روز بسیار بدی هست، سال دیگر سال بسیار سختی هست، روز به روز ما در مشکل بیشتر قرار میگیریم، این تفکر نادرسته، ناصحیحه. چه خاصیت داره این که ما نسبت به آیندهمون همیشه غمناک باشیم؟ چه سودی به حال ما داره؟ اصلا فرض بگیرید که سال آینده سال سختری باشه، اتفاق میفته در زندگی، از حالا ما بیاییم غصه بخوریم که سال دیگه سختر میشه؟ امیدواری به آینده مسئله بسیار مهمی است. یک توطئه دشمنان ما امروز علیه ملت ایران ایجاد یأس و ناامیدی برای آینده کشور ما هست. همیهنان عزیز، با سپاس از همراهیتون، توجه شما را به ادامه برنامه سیمای آزادی جلب می‌کنم. موفق و پیروز باشید.